آقای دهنوی نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 در استودیوی خبر 21 ما رو همراهی میکنن. آقای دهنوی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. امروز کمیسیون تلفیق فقط شامل حال متأهلینی که دارای دو فرزند و بیشتر میشند شاملشون میشه یا برای دیگر مشمولان متأهل و دارای فرزند هم امتیازاتی در نظر گرفته شده؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی ممنون، عرض سلام دارم خدمت شما و همه هممیهنان. ببینید مصوبه‌ای که ما امروز داشتیم با توجه به اینکه یک پیشنهادی در کمیسیون تلفیق مطرح شده بود برای بحث خرید خدمت سربازی، جدولی داشت و ارقامی توش پیشنهاد داده شده بود که خب یه فضایی رو در جامعه هم ایجاد کرد. امروز اخطار قانون اساسی داده شد در کمیسیون تلفیق، ریاست محترم جلسه اخطار رو وارد دونست، چون اون مصوبه رو همکاران هم ناقض بحث عدالت میدونستن هم تبعیض‌آمیز، چون ارقامش هم بالا بود. و برای رفع این اشکال ما پیشنهاد جایگزینی دادیم که همون پیشنهادی هست که در واقع در تلفیقمون مسبب شد. پیشنهاد جایگزینی این بود که ما در راستای تشویق به فرزند آوری و حمایت از سیاست‌های در واقع خانواده پیشنهاد دادیم که متأهلینی که بیش از بالای 30 سال سن دارن و دو یا بیشتر فرزند دارند به صورت رایگان امکان معافیت براشون فراهم بشه و اینا نیاز نداره پولی بدن. آقای دهنوی، برای کسی که فقط متأهل هستن و یک فرزند دارن اونها چه امتیازاتی دارن؟ ببینید این بحث امروز شد، ما یه پیشنهادی هم برای یک فرزند در واقع افرادی که یک فرزند دارن داریم که پیشنهادمون البته خب رأی نیاورد مجدد، حالا باید بعداً در جلسات بعدی یا در صحنه علنی پیشنهاد داده بشه. اما من اصل مسئله رو اینجوری بگم، ما در تلفیق یک مصوبه خیلی مهم دیگه داشتیم که افزایش حقوق سربازها بود که این شامل حال متأهلین و افرادی که سربازی میرن و یک فرزند دارن هم میشه. ما مصوبه کردیم که 60% حداقل دریافتی یک نیروی کادر رسمی پایور باید به یک سرباز داده شه، حداقل حقوق که سال آینده که 5,600,000 تومان حداقل دریافتی است، برای یک سرباز مجرد میشه این عدد نزدیک 3,400,000 تومان، برای یک سرباز متأهل میشه 5,000,000 تومان. یعنی بر اساس مصوبه‌ای که ما در کمیسیون تلفیق داشتیم به یک سرباز در سال 1401 حداقل 3,400,000 حقوق پرداخت خواهد شد ان شاء الله، و به یک سرباز متأهل هم حداقل 5,000,000 تومان. ما فکر می‌کنیم اگر این حقوق طبق قانون پرداخت بشه خودش هم یه بخشی در واقع از آلام و مسائلی که این سربازان به ویژه سربازان متأهل ما دارند رو پاسخگو خواهد بود. این جمله رو هم من عرض کنم که 1300 سال 1399 حقوق دریافتی سربازا 300,000 تومان بود. سال گذشته ما در مجلس اینو در لایحه‌ای که دولت داده تغییر دادیم و این حقوق به صورت میانگین کردیم 1,400,000 تومان و حداقل حقوق پرداختی امسال که داریم با هم صحبت می‌کنیم 1,050,000 تومان بود برای مجردها. اینو ما مجدد امسال به 3,350,000 تومان رسوندیم. یعنی اگه حساب کنیم به نسبت دو سال قبل بیش از 10 برابر شده حقوق سربازها. و من اینو همینجا دارم عرض میکنم، یک پیشنهاد دیگه را ما در تلفیق داریم پیگیری میکنیم که انشالله اگر مصوب بشه کمک بزرگی به سربازان و سربازان متأهل خواهد بود. اونم این که این دو سال سنوات خدمتی که در واقع سربازها در پادگان و دور سربازی میگذرونن، این جزء سنوات اشتغال به کار اینها محسوب میشه در سوابق بیمه ایشون. و ببینید همه اینا رو ما داریم فراهم میکنیم که انشالله این دوره سربازی دردها و سختیهای کمتری به ویژه به سرباز متأهل داشته باشه. خب طرح خرید سربازی که در جلسه قبل کمیسیون مطرح شده بود کلا دیگه از دستور خارج شد، درسته؟ اینا میشه توضیح بدید؟ بله، ببینید اخطار قانون اساسی داده شد امروز در کمیسیون تلفیق. اخطار قانون اساسی دو تا اشکال گرفتن همکاران ما. یه اشکالی که گفتن این مصوبه با عدالت در تناقضه، چون به هر حال ارقامی که پیشنهاد شده بود مثلا 400 میلیون یا 500 میلیون یا 600 میلیون خب ارقامی بود که از توان پرداخت خیلی از اقشار جامعه در واقع امکان پرداخت اون رو نداشتن. از طرف دیگه با اصل صدر قانون اساسی در واقع تناقض داشت و همین خاطر این اخطار وارد دونسته شد و اون موضوع از دستور کار کمیسیون خارج شد. آقای دهنوی، طرح خرید خدمت سربازی مشمولان مقیم خارج همچنان پابرجا هست یا نه؟ ببینید دوباره این چون در همون دسته خرید سربازی محسوب میشه،
داره روش بحث میشه الان در کمیسیون. البته واقعا ما معتقدیم که خب اگه کسی خارج از کشوره، یعنی مثلا سالها خارج از کشور بوده و امکان این که خیلی از اینها بیاد اصلا کلن داخل کشور برای همیشه وجود نداره یا اصلا در برنامهشون نیست، اینها این رو ما باید به یه شکلی تسهیل کنیم. ببینید آقای صادقی، من اینو عرض کنم چرا اصلا ما این تصمیم رو برای متأهلین هم گرفتیم و پیشنهاد دادیم. البته من تأکید میکنم منوط هنوز به تایید در صحن علنی و تایید شورای نگهبان این تصمیم ما. ببینیم، ما به هر حال یک مشمولی که چند سال از در واقع دوره سربازیش گذشته مشمول بوده غایب محسوب میشه، الان متأهل شده، فرزند داره، یکی دو تا یا سه تا بچه داره، ما نمیتونیم دیگه بالاخره برای یه تصمیمی بگیریم، نمیتونیم اینو همینجوری رها کنیم بلا تکلیف باشه. از طرفی جمله آخرم تو این بحث باشه که به هر حال مقام معظم رهبری چند سال الان بحث سیاست‌های کلی جمعیت و بحث افزایش جمعیت روش تاکید دارن. خب ما به هر حال باید یک مشوقی بذاریم برای جوان‌ها، برای فرزند آوری. من نمیگم که معافیت سربازی همه چیزو حل میکنه، اصلا اینطوری نیست، ولی حتما یک مشوق خواهد بود. اگه ما سربازی اینا رو حل کنیم، مسکنشون رو حل کنیم، شغلشون رو حل کنیم، وام خوبی هم بدیم، به هر حال مسئله اقتصادیشون حل میشه. به نظر من به سمت افزایش جمعیت حرکت خواهد کرد. بله، گفتگویی بود با آقای دهنوی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه.